هر چقدر که ما بخواهیم دولت پهلوی رو دولت پیشرفته ای از نظر سیاست های اقتصادی و تا یه اندازه سیاست های اجتماعی بشمریم که بدون شک درش یک پیروزی هایی بود، ولی در مقابل به خاطر خفقان سیاسی، به خاطر عدم وجود آزادی بیان، به خاطر عدم وجود احزاب و تنوع سیاسی، این گرفتار مشکل بود. یعنی راه‌ها برای ابراز نظر، برای اینکه یک نوع سازمان دموکراتیک در ایران پیدا بشه، متاسفانه بسته بود و در نتیجه در این خلأ سیاسی ما می‌بینیم که گروه‌های مذهبی به ویژه به رهبری یک گروه تندروی روحانی، اونی که خودشون رو روحانیون مبارز میشمردن و هنوز هم میشمرند، اینها از این فرصت بهره بردن. چرا؟ اینکه تنها گروهی در جامعه بودن که امکان جذب این طبقات تازه به شهر رسیده، مهاجرین حاشیه نشین رو در تشکیلات خودشون داشتن، به زبون اونها صحبت میکردن و البته از این دوپارگی جامعه ایران که نتیجه تجدد از زمان انقلاب مشروطه به بعد بود بهره بردن. چرا دوپارگی؟ به خاطر اینکه پیدایش دولت پهلوی اون جمعیت نسبتاً کوچک شهرنشین رو به تدریج به جانب یک جامعه عرفی دنیوی شده، یا اونی که در انگلیسی بهش میشه گفت سکولارایزد، در فارسی هم میگن سکولار، سوق داد. و این جمعیت تمامی جمعیت جامعه ایران نبود، بلکه یه جزی از جامعه بود که بقیه او، یعنی بخش دیگری ازش، اون در واقع تجدد رو کاملا نپذیرفت و جامعه ایران یک نوع دوپارچگی پیدا شد درش که تا زمان انقلاب 1357 ادامه پیدا کرد. به این ترتیب میتونیم بگیم که انقلاب 1357 از یک طرف دنباله انقلاب مشروطه و خواستهای انقلاب مشروطه و خواستهای نهضت ملی بود در دهه 1320 تا اوایل 1330، از یک جانب نشانه مشکلاتی بود که دولت پهلوی با اون دست به گریبان بود. به این ترتیب میشه گفتش که بله، ضرورتی برای تحول بزرگ بود، اما اینکه به چه جانبی بره و چه راهی رو انتخاب بکنه، متاسفانه زمینه برای پیدایش یک دولت دموکراتیک در ایران ضعیف بود.